فعالیت‌های کانون‌های شورشی در شهرهای میهن. اعلام 23 برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه، نهم، دهم و یازدهم آذر 97 برابر با 30 نوامبر، اول و دوم دسامبر 2018. حرکت‌های اعتراضی بازنشستگان، غارت شدگان، کشاورزان و دیگر اقشار به سطوح آمده از ستم آخوندی. روزنامه فرانسوی وست فرانس 2018، اخراج یک دیپلمات رژیم ایران از فرانسه. اخراج این دیپلمات رژیم ایران مستقیماً به پرونده سوء قصد علیه گردهمایی ویلپند مرتبط است. حراس رژیم از پیامد محاکمه اسدالله اسدی به خاطر توطئه تروریستی علیه گردهمایی مقاومت. کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم: هنوز FATF تصویب نشده، دیپلمات ما را دستگیر می کنند. فردا ظریف باید به صورت مداوم در محاکم حاضر بوده و جوابگو باشد. کیهان به نقل از 4 عضو دیگر مجلس آخوندی: دستگیری اسدی به اتهام بمب‌گذاری در همایش مجاهدین در فرانسه انجام گرفته. اگر ظریف ظرف 2-3 روز آینده اقدام مناسبی انجام ندهد، از او در مجلس سوال خواهیم کرد. مجلس ارتجاع، بررسی وزرای پیشنهادی آخوند روحانی، کرنش و مجیزگویی روحانی از خامنه‌ای. اما بدون مجلس، بدون قوه قضاییه، بدون حمایت نیروهای مسلح و بالاتر، بدون هدایت و حمایت مقام معظم رهبری، حتما نمیتوانیم پیروز شویم. ما امروز خوشحالیم که هدایت جامعه را در این مقطع حساس رهبری بر عهده داره. فیسبوک اعلام کرد 82 صفحه، گروه و حساب را که منشأ آن ایران بود به دلیل انتشار اطلاعات غیرواقعی مسدود کرده است. به خاطر تحریم‌های آمریکا، دولت عراق فروش و ارسال نفت از کرکوک به رژیم آخوندی را متوقف می‌کند. شرکت خودروسازی رنو فرانسه: با پیروی از تحریم‌های آمریکا طی این ماه، رنو هیچ فروشی در بازار ایران نداشته است. واشنگتن تایمز: در این هفته یکی از کلیدی‌ترین بانک‌های مربوط به صادرات و تأمین مالی چین و بزرگترین پالایشگاه‌های دولتی چین از کسب و کار خود با رژیم تهران عقب نشینی کردند. وزیر دفاع آمریکا: رژیم حاکم بر ایران مردم این کشور را نمایندگی نمی‌کند و با نادیده گرفتن نیازهای مردم به تأمین مالی شبه نظامیان خشونت طلب می‌پردازد. اذعان امام جمعه خامنه‌ای در شیراز به فضای ترس و نگرانی در درون رژیم. بعضی دچار سکته شدند و گفتند چمدان خود را بستیم تا فرار کنیم. بعضی ها حالا میگن دشمن هست، ولی دست و پاش جلو دشمن داره میلرزه بدبخت. تا میگن دشمن اینطور گفته، هنوز تحریم شروع نشده، بعضی از اینا سکتشون زده بود. بعضیشون گفته من حالا ما مثلا اگه اینطور بشه چمدونمون بستیم کدوم کشور بریم فرار کنیم؟ خاک بر سرها. روزنامه حکومتی رسالت: مخالف خانی ها و غلط نمایی ها اکنون روی دو واژه فروپاشی و بحران تمرکز دارد. طوری خبرسازی می کنند که گویی همه چیز در نظام در حال فروپاشی است. قتل یک کولبر زحمتکش دیگر در منطقه مرزی ارومیه توسط پاسداران جنایتکار خامنه‌ای. بحران حاد آلودگی هوا و وضعیت اضطراری در استان ایلام. غلظت گرد و غبار در شهر مهران در روز شنبه به 28 برابر حد مجاز رسید.
گواهی تاریخی از نگاه و نوت‌های دکتر محمد مصدق. قسمت چهارم، پخش در ساعت 21 به وقت ایران، 19:30 به وقت اروپا.
جمعی از بازنشستگان بانکا که از شهرهای مختلف به تهران آمدند روز شنبه در اعتراض به پایین بودن حقوق خود در مقابل صندوق بازنشستگی بانکا تجمع اعتراضی برگزار کردند. ریاست و رها کن، فرزندیان حیا کن، 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 ریاست و رها کن. غارت شدگان سایت سکه سامن در اعتراض به غارت سرمایه و دارایی‌هایشان روز شنبه 5 آبان ماه در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. کشاورزان قهدریجان در اعتراض به انتقال آب زاینده رود، بی‌آبی و قطع حقابه تجمع اعتراضی برگزار کردند. کشاورزان به نشانه اعتراض تراکتورهای خود را در محلی جمع کردند. کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند بهبهان در اعتراض به آزمون استخدام کارکنان غیر بومی برای پالایشگاه برای 5 هفته متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. روزنامه فرانسوی وست فرانس 26 اکتبر 2018 اخراج یک دیپلمات رژیم ایران از فرانسه بعد از سوء قصد خونسا شده در ویلپنت پاریس. از 5 منبع دیپلماتیک و نزدیک به سرویس‌های امنیتی غربی اطلاع یافته شد که فرانسه حدود 1 پیش یک دیپلمات رژیم ایران مستقر در پاریس را اخراج کرده است. به گفته 3 منبع، اخراج این دیپلمات رژیم ایران مستقیماً به پروژه سوء قصد علیه گردهمایی ویلپنت مرتبط است که در آن وزرای پیشین اروپایی و عربی و همچنین رودی جولیانی وکیل دونالد ترامپ شرکت داشتند. روزنامه فرانسوی وست فرانس در گزارشی به تاریخ 26 اکتبر 4 آبان 97 تحت عنوان یک دیپلمات رژیم ایران بعد از سوء قصد خونسا شده در ویلپنت اخراج شده است می نویسد یک دیپلمات رژیم ایران ثبت شده در پاریس بعد از اینکه سرویس های اطلاعاتی سوء قصد علیه گردهمایی اپوزیسیون ایران در ویلپنت در نزدیکی پاریس را خونسا کردند اخراج شد. وست فرانس در این گزارش به نقل از خبرگزاری رویترز نوشت به گفته منابع غربی فرانسه چند هفته پیش یک دیپلمات رژیم ایران را در تلافی تلاش برای سوء قصد علیه گردهمایی مخالفان ایرانی در ویلپنت اخراج کرده است. روز 2 اکتبر پاریس رژیم ایران را به هدایت این پروژه متهم کرد که هدف آن گردهمایی سازماندهی شده توسط مجاهدین خلق در آخر ماه ژوئن بود. فرانسه همچنین مسدود کردن دارایی‌های 2 تبعه رژیم ایران و اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات این رژیم را اعلام کرد. اما از 5 منبع دیپلماتیک و نزدیک به سرویس‌های امنیتی غربی اطلاع یافته شد که فرانسه حدود 1 پیش یک دیپلمات رژیم ایران مستقر در پاریس را اخراج کرده است. به گفته 2 از این منابع، او در واقع یک مأمور سرویس‌های اطلاعاتی رژیم ایران بوده است. به گفته 3 منبع دیگر، اخراج وی مستقیماً به پروژه سوء قصد علیه گردهمایی ویلپنت مرتبط است که در آن وزرای پیشین اروپایی و عربی و همچنین رودی جولیانی وکیل دونالد ترامپ شرکت کردند. این پروژه سوء قصد با دستگیری یک زوج ایرانی در بلژیک که به گفته مأموران تحقیق قرار بود آن را به اجرا بگذارند و در همکاری با آلمان شکست خورد و شکست این پروژه منجر به تنش در روابط بین پاریس و حکومت تهران شده است. خبرگزاری رویترز علاوه بر گزارش مشروع وایر انگلیسی در وایر فرانسوی خود نیز تحت عنوان فرانسه یک دیپلمات رژیم ایران را بعد از سوء قصد خونسا شده اخراج کرده گزارشی را در این رابطه درج و از جمله خاطر نشان کرد بنا به یک یادداشت داخلی وزارت خارجه فرانسه که در پایان ماه اوت توسط رویترز فاش شد فرانسه به دیپلمات‌ها و نمایندگانش توصیه کرده که تمامی سفرها به ایران را به تعویق بیاندازند.
انتصاب سفیر فرانسه در تهران، موزه‌ای که از 3 ماه پیش خالی است، همچون جایگزینی سفیر رژیم ایران در پاریس، همچنان در حالت تعلیق قرار دارد. دیپلمات‌های فرانسوی به رویترز گفتند تا زمانی که پاریس توضیحی درباره این که چه کسی پشت پروژه سوء قصد بوده دریافت نکند، انتظار هیچ گونه انتصابی وجود ندارد. با سلام، خبرهای این ساعت را با خبری درباره اعلام تاریخ برگزاری 23 برنامه گلریزان همیاری از سوی روابط عمومی سیمای آزادی ادامه می دهیم. روابط عمومی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران به اطلاع هموطنان و بینندگان گرامی سیمای آزادی می رساند که 23 برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه، 9، 10 و 11 آذر ماه 97 برابر با 30 نوامبر، 1 و 2 دسامبر 2018 برگزار خواهد شد. گلریزان همیاری کارزار میهنی برای کمک رسانی بی‌شائبه به رسانه است که صدای قیام مردم ایران برای آزادی و فریاد اعتراض‌ها و خیزش‌های حق‌طلبانه اقشار به سطوح آمده از ستم و چپاول آخوندها را منعکس می‌کند. شور و شوق هموطنانمان برای مشارکت در همیاری ملی با سیمای آزادی بیانگر عزم جزم ملت ما برای نیل به آزادی و حاکمیت مردمی است و کارزاری است که هر بار از دل زندان‌های قرون وسطایی رژیم آخوندی تا خیابان‌ها و محله‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها و کارخانه‌ها و خانه‌های هموطنانمان و از شهرهای مختلف میهن تا اقصی نقاط جهان گسترش پیدا می‌کند. 23 برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه، 9، 10 و 11 آذر 1397 برابر با 30 نوامبر، 1 و 2 دسامبر 2018 با حضور و مشارکت گسترده و کمک‌های ارزشمند شما در این کارزار میهنی و در این حماسه همبستگی برای هرچه رساتر کردن صدای قیام و آزادی خواهی مردم ایران برگزار خواهد شد. آخوند روحانی در سخنرانی خود در مجلس ارتجاع در دفاع از 4 وزیر جدید کابینه‌اش به کرنش و مجیزگویی از ولی فقیه ارتجاع پرداخت و گفت امیدش به این است که در شرایط حساس کنونی خامنه‌ای هدایت نظام را بر عهده دارد. بی تردید در این مساف مهم تاریخی دولت به عنوان سربازان مقدم این جبهه خواهد بود، اما بدون مجلس، بدون قوه قضاییه، بدون حمایت نیروهای مسلح و بالاتر، بدون
هدایت و حمایت مقام معظم رهبری حتما نمیتوانیم پیروز شویم. ما امروز خوشحالیم که هدایت جامعه را در این مقطع حساس رهبری بر عهده داره و دولت با امید فراوان و با توان لازم معتقد است با هدایت رهبری و حمایت مردم از این مشکل به خوبی عبور خواهیم کرد. ما نمیتونیم به مردممان بگیم چون فشار آمریکاست پس ما کاری نمیتوانیم بکنیم. این پاسخ پذیرفته نیست. ما نمیتوانیم به مردم بگوییم که چون فروش نفت ما مشکلاتی دارد ما در اداره کشور ناتوان هستیم. ما نمیتوانیم به مردم بگوییم که چون از لحاظ روابط بانکی و تعاملات مالی با دنیا مشکلاتی داریم پس نمیتوانیم زندگی مردم را اداره کنیم. البته باید واقعیت‌ها را مردم عزیز ما به خوبی بدانند. مردم باید شرایط کشور را به خوبی بدانند. اونهایی که به مردم میگن ما ابر تورم داریم یا دروغ میگن یا نمیفهمن اقتصاد ایران را. ما ابر تورم نخواهیم داشت. این حرف نادرسته. بله از یک اقتصاد تورم تک رقمی ما الان عبور کردیم متاسفانه. در جریان بررسی وزیران پیشنهادی آخوند روحانی در مجلس رژیم، اعضای خودش علیه وزیر پیشنهادی کار محمد شریعت مداری صحبت کردند و از جمله حسینی کیا گفت شریعت مداری در وزارت صنعت چه گلی به سر صنعت خودرو و دیگر صنایع زده که حالا برای وزارت کار معرفی شده است؟ اگر او وزیر کار آمدی بود چرا استعفا داد؟ معلوم نیست که بر چه اساسی روحانی او را به وزارت کار فرستاده است. کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت مجلس آخوندی در وحشت از پیامدهای قرار گرفتن دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی در مقابل عدالت به خاطر توطئه تروریستی علیه گردهمایی مقاومت گفت متاسفانه هنوز FATF تصویب نشده دیپلمات ما را دستگیر می کنند. فردا که این لوایح تصویب شود، ظریف باید به صورت مداوم در محاکم بوده و جوابگو باشد. کیهان خامنه‌ای که اظهارات کریمی قدوسی و شماری دیگر از اعضای مجلس ارتجا را درج کرده می نویسد، نقوی حسینی عضو دیگر کمیسیون امنیت مجلس نیز گفت، اقدام متقابل بدیهی ترین و ابتدایی ترین کاری است که باید صورت گیرد. کاظمی، کمالی پور و سعیدی نیز گفتند دستگیری اسدی به اتهام بمب‌گذاری در همایش مجاهدین در فرانسه انجام گرفته که از قبل سناریو سازی آن از طریق رسانه‌های غربی کلید خورده بود. کیهان با درج اظهارات حاجی دلیگانی درباره دستگیری اسدالله اسدی در آلمان و تحویل وی به بلژیک نوشت دولت آلمان از مجاهدین حمایت می کند و به جای اینکه قانون مسئولیت سیاسی دیپلمات‌ها را بر اساس قوانین بین المللی رعایت کند در عمل این مسئولیت را در مورد مجاهدین به کار می گیرد. اگر ظریف ظرف دو سه روز آینده اقدام مناسبی انجام ندهد از او در مجلس سؤال خواهیم کرد. فیسبوک روز جمعه اعلام کرد 82 صفحه گروه و حساب را که منشأ آن ایران بود به دلیل انتشار اطلاعات غیر واقعی مسدود کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز فیسبوک گفته است این حساب‌ها و صفحات فیسبوکی مردم را در انگلستان و آمریکا هدف قرار می‌داد و مدیران این حساب‌ها خودشان را به عنوان شهروندان آمریکا و در برخی موارد
شهروندان انگلستان جا زده بودند. رویترز افزود محتوای این حساب‌ها شامل تبلیغ منازعه سیاسی همچون روابط نژادی و مخالفت با دونالد ترامپ و مهاجرت بوده است. USA Today نیز در این باره نوشت فیسبوک دروغ پردازی رژیم ایران در فضای مجازی را افشا کرد. دولت عراق به خاطر تحریم‌های آمریکا که از 14 آبان اجرایی می‌شود، فروش نفت از کرکوک به رژیم آخوندی را متوقف می‌کند. به گزارش رویترز، روزانه حدود 30,000 بشکه نفت به وسیله کامیون‌های نفتکش به خاک ایران حمل می‌شوند. این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه در عراق نوشت این کشور از هفته آینده ارسال نفت از میدان کرکوک برای رژیم ایران را در راستای پیروی از تحریم‌های آمریکا قطع می‌کند. رویترز افزود حکومت عراق در اواسط ماه جاری با حکومت اقلیم کردستان توافق کرده است که نفت کرکوک را از طریق اقلیم کردستان به ترکیه صادر کند. شرکت خودروسازی رنوی فرانسه در گزارش ماه سپتامبر خود اعلام کرد طی این ماه هیچ فروشی در بازار ایران نداشته است. رسانه‌های رژیم درباره جدیدترین آمار شرکت رنوی فرانسه نوشتند این آمار نشان می‌دهد که این شرکت با پیروی از تحریم‌های آمریکا فروش محصولات خود به جمهوری اسلامی را به طور کامل متوقف کرده است. مدیران رنو به صراحت اعلام کردند از تحریم‌های آمریکا پیروی خواهند کرد. واشنگتن تایمز روز جمعه نوشت چین نخستین نشانه‌ها از انطباق خود با برنامه دونالد ترامپ را برای توقف خرید نفت از رژیم بارز کرد و واردات نفت از ایران را به شدت کاهش داد. این منبع افزود در این هفته یکی از کلیدی‌ترین بانک‌های مربوط به صادرات و تأمین مالی و بزرگترین پالایشگاه‌های دولتی این کشور نشان دادند که آنها از کسب و کار خود با تهران عقب‌نشینی کردند. واشنگتن تایمز افزود چین به تنهایی بزرگترین مشتری نفت رژیم ایران است و عقب‌نشینی چین در خرید نفت از این رژیم یک پیروزی بزرگ برای آمریکا خواهد بود، چرا که سیستم اقتصادی بزرگتر آمریکا مقام‌های چین را ناگزیر کرده که دوباره محاسبه کنند. وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در کنفرانسی در بحرین گفت رژیم حاکم بر ایران مردم این کشور را نمایندگی نمی‌کند. این رژیم با نادیده گرفتن نیازهای مردم به تأمین مالی شبه نظامیان خشونت طلب می‌پردازد. جیمز ماتیس افزود آمریکا مخالف تأمین مالی شبه نظامیان و تروریست ها توسط رژیم ایران و مخالف تکثیر تسلیحات پیشرفته متعارف توسط رژیم ایران است. آخوند دشکام امام جمعه خامنه ای در شیراز با اعتراف به فضای ترس و نگرانی در درون رژیم گفت هنوز تحریم شروع نشده، بعضی از اینها دچار سکته شدند و بعضی گفتند چمدان خود را بستیم تا فرار کنیم، اما کشوری را برای فرار پیدا نمی کنند. هر کس بخوابد دشمن خوابش نمی بره ها، دشمن به میدون میاد. بعضی ها حالا میگن دشمن هست، ولی دست و پاش جلو دشمن داره می لرزه بدبخت. تا میگن دشمن اینطور گفته، هنوز تحریم شروع نشده، بعضی از اینا سکتشون زده بود. بعضیشون گفته من حالا ما مثلا اگه اینطور بشه چمدونمون بستیم کدوم کشور بریم فرار کنیم، خاک بر سرها. بعد حالا یه عده‌ای که در مقابل کمترین مثلا تهدید یا اولتیماتومی که میخواد مثلا یکی از این کشورهای بیگانه بده داره دست و پاش میلرزه، این که نمیتونه اون مسیر را ادامه بده. ببینید دشمن داره شبانه روز رصد میکنه. بنده یک کلمه اینجا میگم، بعضی وقتا نگاه میکنم ببینم کجاها مثلا صدای بنده را دوباره شنیدن. تو کشورهایی که مخالف ما هستن میبینیم. روزنامه حکومتی رسالت نیز درباره فضای ترس و هراس از بحرانها در درون رژیم نوشت مخالف خانی ها و غلط نمایی ها اکنون
روی دو واژه فروپاشی و بحران تمرکز دارد. طوری خبرسازی می‌کنند که گویی همه چیز در نظام در حال فروپاشی است. رسالت آخوندی افزود طوری از اقتصاد، فرهنگ و سیاست سخن می‌گویند که گویی همه چیز غرق در بحران است. یک کولبر زحمتکش دیگر در منطقه مرزی ارومیه توسط پاسداران جنایتکار خامنه‌ای به قتل رسید. عصر روز جمعه پاسداران جنایتکار به سمت گروهی از کولبران در منطقه قطور ارومیه شلیک کردند که باعث مرگ یک تن از کولبران شد و تنها در هفته گذشته در مرزهای استان آذربایجان غربی 3 کولبر کشته شده و 4 تن دیگر مجروح شدند. آلودگی هوای استان ایلام در وضعیت اضطراری قرار دارد و غلظت گرد و غبار در شهر مهران در روز شنبه به 28 برابر حد مجاز رسیده است. در شهر ایوان نیز وضعیت هوا اضطراری است و آلودگی هوا به 24 برابر حد مجاز می‌رسد. به دلیل آلودگی هوا مدارس شهرهای مهران و ایوان تعطیل شد. در کرمانشاه نیز وضعیت هوای این شهر بحرانی است. آلودگی هوای کرمانشاه 10 برابر حد مجاز اعلام شده است. این آلودگی هوا در استان کرمانشاه باعث تعطیلی مدارس شهرهای گیلان غرب، قصر شیرین، سرپل زهاب، اسلام آباد غرب، دالاهو، پاوه و کرمانشاه در همه مقاطع تحصیلی گردید. گزارش‌ها همچنین حاکی از جاری شدن سیلاب در استان‌های ایلام، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و خراسان شمالی است. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت پس از پخش مجدد عناوین خبرها به پایان می‌رسد. در پایان اخبار این ساعت ضمن خداحافظی به اطلاع هموطنان عزیز و بینندگان گرامی سیمای آزادی می‌رسانیم که از ظهر یک شنبه ششم آبان اخبار ظهر سیمای آزادی در ساعت 13:30 دقیقه به وقت ایران و اخبار شامگاهی ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران پخش خواهد شد. ساعت پخش اخبار سیمای آزادی به وقت اروپا تغییری نمی‌کند. یادآوری می‌کنیم که در ساعت 21 به وقت ایران، 19:30 دقیقه به وقت اروپا، برنامه گواهی تاریخی از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق قسمت 4 پخش خواهد شد. همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.